آرزو بکن سکت رو بنداز. قیمت بلیط رو فقط ببینیم. رگش رو بزنه. بازار گذرنامه کاشان. دوران معمولی نیست. دوران صفوی ساخته شده. خودم تبعیدم میشه بیاد اینجا. سلام بچه ها. سلام سلام. آقا امروز اومدیم کاشونگردی. از کجا شروع کنیم؟ باغ فین. میشه کاشون اومدش و باغ فین نرم؟ نه نه. میخوایم اول بریم باغ فین رو بگردیم. بعدش هم یه چند جای دیگه هم از شهر خانم خانم رو نشونتون بدیم. انشالله که خوشتون بیاد. با ما همراه باشید. بریم شروع کنیم. بچه ها رضا رفتش بلیط بگیره. بید قیمت بلیط رو فقط ببینیم. ببینید قیمت بلیط واسه ما ایرانی ها 5,000 تومنه، واسه خارجی ها 100,000 تومنه. یعنی تفاوت رو احساس کنید. ساعتش هم که ساعت 9 صبح تا 4:30 بعد از ظهر. بریم حالا ببینیم رضا بلیط رو گرفت. واسه این طرف هم گلابگیری های مختلفه، بعد سری رستوران های سنتیه، مثلا تا ته این خیابون تقریبا رستوران و اینا داره. دو تا بلیط گرفتم، نفری 5,000 تومن 10,000 تومن دادم. بریم از این که خروجه. آره بریم وارد. مینا چه جالب، مثل همونی که توی ترکیه داشتیم. نگاه کن دقیقا که سرمانی که تو ترکیه داشتیم میتونیم اینا را انتخاب بکنیم. به زبون دیگه بریم. نه ممنون. هزینه شده؟ فارسی 20,000 تومان، زبان های دیگه 100 تومان. مرسی ممنون. ممنونی بسید. بیا بریم. موقفین فکر میکنم فقط 2-3 بار اومده. آدم ها یه اولین باری که اومدیم با هم دیگه این به عنوان یه جایی که با هم بیرون اومدیم قدم زدیم و اینا، هرچند خانواده هم حضور داشتن با هم اومدیم اینجا. بله. آره در حضور خانواده ها اومدیم اینجا. آشنا میشدیم. آره. آقا یه سه باحال بگم در مورد باغ فین، حالا چند جای خاصش رو بهتون نشون میدیم. یه چیز باحالش اینجاست، اینو ببین مسیر رو بگی. این آبر رو میگن یه جوری طراحی شده خودش میاد میچرخه، پمپ نداره با از این حرفا. حالا تا برسیم به اون حوضچه معروفه. آب قنات، آب چشمه است یا همچی چیزی میگن. بوک که نداره این نزدیکی ها کجا میاد نمیدونم. ولی بچه ها محیطش انقدر با حال و سرسبزه، من خودم اینجا رو خیلی دوست دارم. یعنی قبل از این میکنم که با مینا ازدواج بکنم مثلا توی حالا عکساشو میدیدم و اینا، خیلی دوست داشتم باغ فین بچرخم. باغ خوشگلیه. حالا ان شاءالله بعدا تو سفرهای آیندهمون تونستیم مثلا بریم شیراز و اینا، بریم مثلا باغ ارم، باغ ارم و اینا بریم. یه همچین حال و هواییه. بعد اصلا همچین باغ به این خوشگلی و چیز سرسبزی وسط کاشون. آره همین میخواستم دقیقاً بگم کاشون سرسبز اصلا نیستش. آره. ولی خب همچین باغ خیلی جای تعجب داره بودنش. ما بریم اون حوضه رو نشون بدیم، حمامه رو اگه بتونیم نشون بدیم به بچه‌ها خیلی باحاله. چون قبلا ماکت داشتم. آره همینا دیگه باغ فین امیرکبیر رو اینجا به قتل رسوندن دیگه. بریم اونجاش رو نشون بدیم. حالا بیاین بچه‌ها. بکنید داخل سکه معلومه. آره مخصم. آره بگم دیگه سکه هم یه سری سکه و اینا هستش. اگه گفتی داستان اینجا چیه؟ آقا داستانش اینجاست، مردم میان اینجا وای میستن میگن آرزو بکن سکت رو بنداز، اگر سکت رفت تو اون سوراخ تو اون چاه رفت پایین آرزو برآورده میشه. معمولا هم نمیشه. نه آرزوی برآورده نمیشه. نه معمولا سکه اون تو نمیره. حالا یه سری سکه که دور و برش افتاده، ولی شاید یه سری اون برنده شدن افتاده تو. آره برنده شدن. این حوضچه معروف هست. یه چیزی هم بگم توی این محیطی که هستیم میره بالا بگی به تو جایی که من میبینم اینجا اونجایی که چیز شده بوده دیگه، امیرکبیر تبعید شده بوده به اینجا. آره بعد از چه جای خوبی ازلش کرده بودن، یه همچین جای خفن با حالی مثلا عفت شده بوده با این حال و هوا و اینا. حالا اومدن کشترش بحث دیگه است، ولی از نظر جا خیلی جای باحالی بوده. حسه چیزه اومدم اول یه جای خیلی خوب آوردنش که آخر عمری خوش بگذره. لذت چه میبره کنم.
یه چیز مثبتی که اینا من دارم میبینم اینه که تو هر محوطه که یه مقداری داستان داره و بحث داره یه خانم راهنما گذاشته. آره. توضیح میده. خیلی قبلا اینجوری نبود. اینجا رو این مانیاشا آقا این چه سوراخ سوراخه؟ من نمیدونم علت این سوراخ سوراخه چیه، ولی قبلا هم همجوری بود. آره یه چیزایی میگفتن که یادم نیست. نه ولی یه چیزی که جالبه اینه میگن جریان آب اینجا چرخشی بدون پمپ. حالا اینکه واقعا چجوری این کار رو انجام میدن رو من نمیدونم. بعد این از اونجا که اومدیم من اینا یه که می اومدیم شاید بچه بودیم چون میکردم با خیلی بزرگه. بزرگه؟ بینم تمام شدیم تهشه. خب چپ و راست هم داره ببین. آره، هم اون ورو داره هم این ورو داره. این موزه داره. موزه و ایناشه. این ور فکر کنم حمامه و ایناست دیگه. آره. سمت حمامه. بچه ها یه صدای آب روون همیشه همراست، خیلی خوبه. آدم تبعید هم میشه بیاد اینجا. جای بزرگیه ها واسه تبعید شدن. واسه خونه یه آدم خیلی بزرگه. خیلی بزرگه. درست نیست آقا. ببین اینجا نوشته رضا. نوشته حمام ها. نیفتم. حمام ها. چه میدونم؟ کتابخانه. آها حوز. اون حوزه که اون سوراخا بود حوزه جوشه میجوشه میاد بالا. آره اون اتاق شاهنشین هم که رفتیم موزه اون ورتر بود، اونم که عمارت ورودی بود. بریم این ور سمت کتاب و نمازخونه اینا که هیچ، اینا هیچی. بریم حمام رو ببینیم. باحال بوده ها، ولی اینکه خونه یه نفر اینقدر باشه به نظر من جالبه. رسیدیم به حموم. بله همینه دیگه. آره آره بریم واردش بشیم. شما برو جلو. آقا بریم ببینیم یه بلایی سرش میاد. نکنه میخوایی مثل امرکبه منو تو حمام بکشیم. آره دیگه بچه ها دارن تیغو آماده میکنن. بچه ها نگاه کنیم مدلشو، این مدل حمومای قدیمیه دیگه. یه کفمالی میکردن طرف اینجا ماساژ میدادن و اینا قلنج میشکندن. اینجا نگاه کنید هر جا برین این رخکنش بوده یا نه باز راه داره. بچه ها هر جا میریم یه جای دیگه باز میشه. آه بچه ها رسیدیم به محل هست. به امیر کبیر رسیدیم. نگاه کنید صحنه رو. که چیزش بزنه دیگه، اون کسی که دلاکش بوده رگش رو بزنه. اون دوتا مامورای شاهن که منتظرن که عملیات انجام بشه. یعنی بیخبر من کشتنه؟ نه دیگه میان چیز؟ میان اینجا میگن که آقا حکم اعدام رو تو پادشاه داده. بعدش میگن که چیز کن. من فکر کردم تو حمام بوده یا حکم کشتنه. خفتش میکنن؟ آره. نه اصلا دلاک خودش میزنه. آره نه. اینجا که میرین خیلی البته قدیمی ها میگفتن که اصلا اینا رو میزدن که مردم یه مقداری سرشون رو بگیرن پایین چیز سر باشن فرو افتاده. آره فروتنتر مردم باز بار بیان. برو ببینیم به بیرون میرسیم یا نه تموم میشه. آقا اینجا چجوری همه همه به هم وصل بوده؟ زشته که احتمالا در رو میبستن. خب رسیدیم به تای خلقت شد. از حمام قاجاری در اومدیم این چیز رفتیم تو از حمام صفاوی در اومدیم. پس اینا به همدیگه ربط داشت دیگه، وصل بود از تو به همدیگه. خب آقا چطور بود؟ نمیدونستی واقعا جریان شد؟ نه نمیدونستم. من فکر کردم داشته بدبخت دوش میگه. دوش که نبوده، حالا حمام میکرده یه ریختن سرش. آره ریختن سرش. بچه میبینیم بچه تصور میکردم تو ذهنم رو مثلا گفتم اینجور شده اونجور. تو رو خودم نیا کنیم بچه بچه کاشون کسی که شاخ شهرشونه رو اینجوری هست باش. آقا بریم ما یه سر بریم بازار. بریم بازارگردی هم بکنیم. بریم.
بچه بازار گذرنامه کاشان. بچه این بازار اصلی کاشانه، چون نیا کنید این طرف هم یه بازار داره که به نظر میاد این خیابون وسطش ساخته شده، اینو جدا کرده از هم دیگه، ولی به هم وصل میشن و به اینجا، خب به اینجا و یه بازار دیگه که توی یه دو تا خیابون اون طرف تره، همه اینا به هم دیگه وصل میشن. مدام قیافش ممکنه یکم خیلی کهنه و حالا شاید درب و داغون و اینا باشه، ولی اینجوری نیست، خیلی از توریستای خارجی و اینا پامشان، حتی ایرانی پامشان میان. بچه‌ها یکی از تفریحای ما کلا اینه که موقعی که می اومدیم کاشون، مثلا یعنی کاشون که خب زندگی میکردیم و چیز میکردیم، بریم اینا اون سم می اومدیم مثلا برای تفریح و اینا، می اومدم اینجا یکم گشت میزدم چون مطمئن بودم یه توریست خارجی میبینم، یه تایی هم میتونستیم باش انگلیسی صحبت کنیم و اینا. بالاش هم بچه نوشته که سال 1385 بازسازی شده، اصلش سال 1288 یعنی دوران صفوی ساخته شده. به به، بعد هم همه چی داره دیگه، بازار مسگرا هستش یه برش، یه برش بازار طلا فروش هست، آب انبار داره. آقا وارد قسمت اصلی شدی، این قابلمه نخ و اینا خیلی میفروشن ادویه، یه بوی ادویه میاد نگم برات. حتی بچه یه چیزی رو دقت کردین، تو ایران عرفه که قیمت چیزی رو نمیزنن معمولا، خب منو خیت کرد قیمت زده نیما. چه کلاه خوبی. آره خیلی ترتمیزه. بعد آقا نگاه کنین تو این بازار همه چی هم پیدا میشه، یعنی لباس، کفش، عطاری، یا الان مثلا عطر فروشی، همه چی رو دارن، فرش فروشی. خیلی بازارش بازار دوست داشتنیه واقعا، اگه یکی مثلا توی این شهر زندگی میکنه حوصله‌اش سر میره میاد اینجا یکم قدم میزنه. مثلا میرن یا که اونجا که میریم کاپالی چارچی، بازار چیزیه، بازار قشنگیه، آدم خوشش میاد چرخ بزنه توش، بزرگه. اینجا هم تقریبا همونه بچه ها، مثل بازار تهران. آدم هم بازارهای سنتی شهر رو جالبه براش، جذابه براش. بعد میدونی اینجا سال 1355 ثبت ملی شده. بح بح بح. آره دیگه آقا هی داره از شهرش تعریف میکنه. بچی نگاه کنیم با چه ذوقی داره راه میره. تعریفی و تعریف کرد گفتم. بله بله آقا اصلا هم فکر نکنین داره تعصبی صحبت میکنه. سلام آشنام میشه. آقا مینا اینجا رابره آشنام زاره. بعد اینجا ما یکی از اهداف دیگه که می اومدیم، به غیر از این که حالا بعضی اوقات می رفتیم یه سری به بازار طلا فروش ها می زدیم، همین طلا می رفتیم بخریم. آره یه کار دیگه که می کردیم این بود که اینجا تو این بازار یه چیزی می فروشن به اسم نون عباس علی. آقا نون عباس علی یه نونه بین نونقندی و شیرمال و ایناست، هل داره توش و شیرینه و حالا ادویه های مختلف داره، خیلی خوشمزه است. بعد خیلی ها برای به عنوان نظری میدن مثلا این نونو، نظر میکنن با شیر معمولا، مثلا میدن این نونو پخش میکنن بین مردم و وقتی که مثلا مناسبت خاص باشه بعد از یه مدت خیلی قبل نوبت بیای مثلا سفارش بدی و اینا نوبت بگیری که مثلا نونه رو برات درست کنن. خیلی خوشمزه است با خامه، خیلی خوشمزه. دقیقاً آقا میخواستم بگم عشق منه که اینو با خامه بخورم، یه طعم اوه 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 فکر کن مثلا نون عباس علی سنتی کاشون رو میزنی تو نوتله، نوتلا میمالی روش، یه طعمی میده فضایی. یا ترکیب رو بزنی کلن ترکیب سنتی سنتی خیلی خوبه. آره. عباس علی آقا بهتون نشون بدم نون عباس علی دقیقاً چیه. اینا اینجا داره آقا نگاه کنین، اینا نونقندی، نه اینا نونقندیه که گفتم عباس علی یه چیزی بین این دوتا. حالا نگاه کنین اصل کار اینه، اینا هاش آقا، این اصل جنس. بگیرین آقا چنده؟ بسه این دهت آقا دوتا دونه دوشه. مرسی، دستتون درد نکنه.
با گلاب و هل و زعفرون و شیره انگوره. نون معمولی نیست. بله. چیز ما قبلی توش. مرسی. آقا این از ویوش بازش کن. هزینه‌شو می‌خوای خیلی خوب. اصلا بو کنید. بفرمایید. خیلی خوشمزه است. بخورش بده. هم بوش خیلی خوبه بچه ها. آقا این عباس علی. ببینشون بده. یعنی شیر انگور داره به خاطر رنگش. به منم بده، به منم بده. یعنی من فکر میکنم توی این فکر میکنم مثلا 20 و چند ساله گرفته این نونو دارم میخورم و اینا هنوز طعمش مثل دوران بچگیه. همونجور خوشمزه لذت بخش. خیلی کیف کردی ها؟ خواستم از رو ماسک بخورم. پول شدم. دادی؟ آره. مرسی آقا. آقا ممنون. آقا این راسته هم که ادامه بدین راسته دیگه طلا فروش هاست. دوباره نشون بده دیگه. آقا مینا دیگه مشغول شد. آقا بیا بیا با بچه های خدافزی بکنیم. نرو نرو. بچه ها. آقا ما ببریم نون عباس علی نونو بزنیم. فوق العاده خوشمزه است با خامه و نوتلا به شدت توصیه میشه. خالیش هم خیلی خوبه. بچه من سر کار که میرفتم کاشون مثلا گشنم که میشدش یه نون عباس علی میخریدم میبردم سر کار مثلا گاهی یه تیکه میکردم میخوردم خالی. خدا حافظ.